شکر خدا دنباره رفتن سراغ نماز ما رو گذاشه سر کار رو اینا یه ما رو یه هوی رکعت سرش هم خب بسم الله الرحمن الرحیم ببینید کار رسول خدا کاری که شروع شد که خیلی کار پیغمبر از تمام 13 معصوم ما سخت‌تر بودش بله به همین خاطرم مقام بالاست مال زحمت بیشتر حالا اومدن توی مردمان اونجوری یک کاری بکنند که اینو از بت پرستی دست بردارند خدا پرست بشن تغییر دادن اشخاص خیلی مشکله چیزایی که خوب گرفتم باش خیلی کار میبره مثلا من روی مسیحی کار کنم تا راستی مسلمان بشه کار زیاد میبره کار سخت بله اون وقت حالا چجوری کار بشه چگونه چه نحوه همش رو برنامه بود کار پیغمبر همش اون حسن خلق و اون اخلاق و اون حوصله ها و اون برخورد ها و بله همه چیز ایشون که طرف باورش بشه که این راه غلطه و راهی که ایشون پیشنهاد میکنه بپسنده و باور کنه و قبول کنه و ایمان بیاره این خیلی کار میبره اون وقت حالا الان این دکترهای ما حرفای خوب بزنن خب بگن آقا این غذاها خوبه یا این دواها برای مریضا خوبه یا این دواها یا این چیزا برای فلانی بده اینا میگن اینا ولی کسی باشون دشمنی اینا نمیشه که حالا سنگ بزنن فلان اینا حالا کسی گوش نمیخواد بکنه نمیخواد پیغمبر و دشمنی ها شروع شدش و درگیری با اینکه ایشون کار درگیری نداشتن با کسی اولش که کار تبلیغ شروع شدش ببینید تمام این فکرهایی که ما میتونیم بکنیم و میفهمیم همه رو به کار گرفتیم موقعیت فامیل و موقعیت خودش رو اون ابهت و شخصیت و وقار رو اینا جوری نمی کردن که مردم بی تربیتی کنن بی ادبی کنن نه اینا همه بود منتها بعدها تو 3 سال تبلیغ که اول کار پیغمبری بود مکه جوری بودش که همه فهمیدن ایشون و قبلش هم 40 سال تو این مردم زندگی کرده بود اصلا خونه ای نبود آدمی نبود که هر کدوم میتونستن یه دفترچه 200 برگ راجع به پیغمبر حرف بنویسن نه اینقدر چیزا دیده بودن تو این 40 سال سلامتی پاکی خونه همه که مردم درک میکنن یه آقای داشتیم خدا رحمتش کنه مرحوم شدش میگفتش که تو اقلید فارس یه نفر هست خیلی آدم خوبیه چجوره میگه من یه ترس گرفتادم اگه این ادعا کنه من پیغمبرم من باید قبول کنم برای اینکه من هیچ خلافی تا حالا از این ندید اون وقت پیغمبرم کسی قبول کنه دیگه اون وقت ما جهنم ببینید پیغمبر همینطور بود این وقتی میاد میگه من چیم اصلا امکان دروغ نبود اون زندگی اون پاکی اون سلامت اون امانت 40 سال همه اخلاقای پسندیده اون وقت بعد کارو شروع کرده بس یعنی کارو شروع کرده بله این 2-3 سال آخر هم میرفتن غار حرا گاهی شبا میموندن روزا هی مردم گفتن ایشون کجا میره چی کار میکنه ذهنیت خدا و پرستش و عبادت این راگای مسیحی و اینا تو ذهنهای مردم که خلاصه میخواد از خدا بیاد حرف بزن حالا پیغمبری شروع شد معجزه هم خدا همراش کرده بود که مثلا طرف از معجزه هم فکر بره چه به با این همه امتیازها و پیغمبر از سن 25 سالگی ثروت حضرت خدیجه همه شد مال ایشون کلش ثروت عجیب غریبی بود 2-3 روز پیش حساب میکردم شترهای خدیجه اگر را میفتدن سمت قم و به قم که میرسیدن برمیگشتن تا 2-3 راه هم برمیگشتن هنوز شتر بوده خدیجه شتر داشت
براش تجارت میده، برای چی میده، چقدر خدا میدونن اینا چه زود جمع شده. اون وقت ایشون این ثروت رو به کار گرفت، پخش تو مردم مستضعف و ضعیف و کمک و اینا، اینا خیلی جلب میکنه. این مسیحی ها الان میخوان تبلیغ کنن، اول میرن تو دهات ها شهرها، بیمارستان میسازن، خدمات میکنن، چه میکنن، خرج این مریض اون مریض چه، مدتی بدون میپاشن تا بعد یواش یواش تبلیغ شروع میکنن، قلبا رو جذب کرده باشن. پیغمبر این کارم کرده، اعلام کرد. حالا ببینه سه سال خیلی سنگین و رنگین و حرف حساب و قرآن و معجزه تو کل این مکه، همش 48 دونه آدم ایمان آورده. خب اینطور دیگه خوب نه، زور که نبود. 48 به نظرم 3 تاشون یا 4 تاشون دستشون تو جیبشون میرفت، بقیه همه غلام و کنیز و آبوزی و هیچ چی اجتماعی. حالا مؤمن که عزیزه دیگه، هم کسی نمیره بچه. ایشون تا 2000 سال دیگه هم بود، همین که همینه که اون وقت دستور آمد که فستع به ما تو عمر، یعنی سرصدا را بنداز، درگیری درست کن، که حالا کارا رو بلد بود چکن. حالا درگیری ها شروع شد، اونا به فوش دادن و سنگ زدن و دیوونه است و ساهره و دروغ میگه و بله. 10 سال مکه، 13 سال بود دیگه، همش دعوا بودش، میکشتن مسلمان ها رو، چه میکردن، اون هجرت ها رخ داد، چی بولا اذیت اینا. بله اینجور داشت میگذشت. من ایشون یه جوری هم باید برخورد کنه که مثلا تلخور نشن، چی نشن، که بعد ایمان بیارن، مثلا وقتی جو آماده میشه. آمدن مدینه، خود جمع شدن ایشون رو بکشن دیگه، 40 تا طایفه ایشون. آمدن 84 تا جنگ باش کردن، هر جنگی هم اومدن که تیکه تیکش کنند و برن، جنگ دیگه تا نشده. خدا حالا چی شده، چی شده، چی شده. حالا دونه دونه جنگ ها رو قرآن فرمود. جنگ بدر تو سوریه انفال شهر داده شده، جنگ احد تو سوریه آل عمران شهر داده شده و و و که ریز قضایی هم اونجا هست. نمی رفتن زیر بار و اینجور و اینجور و اینا، تا با چه تمهیداتی مکه سال 8 فتح شده. از اول هم هی میگفتن اگه این راست میگه از شهرش بیرونش کردن، پس شهر خودشو بره بگیره، اگه راست میگه خدا کمکش کنه. خب این هم مکه که فتح شد، این از دست اونا گرفتش. خب مکه فتح شد، حالا اون وقت روم حمله کرده و سال نهم، و حالا مشکلات اونجا شروع شد. نامه نوشتن نمیدونم به شاهان عالم بس که سال 7 بود، کی بود، توی فیلم ها نشون بده و و و مشکلاتی که بود. حالا منافقین تو مدینه بعد از سال 8 که 9 که اومدن، یدخلون فی دین الله افواجا، مشکلات اونا شروع شد. خیلی پل تلاطم بودش. یه جوری بشه که ببینید مشکل کار حضرت علی اینجوری بود که الان پیغمبر از دنیا رفته، اینا که تو کوچه خیابون دارن میرن، مثلا 80 سالشه، 1.5 سال سال نهم که اومدن که این گفته لا اله الا الله، به زبونم گفته لا اله الا الله محمد رسول الله. هفتاد و هشت سال نیم بود میپرستیده. این تازه مسلمان بودند، مسلمان های سال نهم بودند اکثرا. به یه ترنگولی برمیگردن، میره چیزایی که عادت دارن، چی بودن، چی بودن. حالا اینا منافقین و چه و فلان، خوب این جنبه حکومت رو گرفتن از حضرت علی و از خاندان اینا، فعلا نمی صرفید براشون لا اله الا الله رو نگند، چون کارشون به هم خورد، و محمد رسول الله رو نگند، نمی صرفید. ببینید آقای خمینی توی مملکت سال 57 که پیروز شد، تمام این ادارات که انجام میگیره باطله، این هم سیستم کفار، تمام ارتش عمر همه از اونا یاد گرفتیم و همش اون چیز هست. خب گفتن همه رو به هم بریزیم و اسلامی بنا کنیم،
ترسیدم دن به هم بریزیم ممکنه نتونیم جمعش کنیم، دشمن هم هست، پس همون جوری باشه هی اصلاحش کنیم. این تز دومی شد. مثلا اینجور ببینید عمر، ابو بکر عمر هم همین مشکل داشت. طبق پکل اسلام این مردم جمع شدند، تکون میخورد، هر قبیله میرفت سراغ رئیسشون و این سابق و اصلا پت کسی از ابو بکر عمر نمیخوند و از امثال و از هیچ کس دوست داشتن در رئیسی مثل سابق تو طایفش رئیس باشه و همه حرفا. حالا چون اسلام و نمیدونم شهادت این و نم جهاد و از حرفا که ای را افتاده بود، اینجوری میشد جمع بکنن. یعنی فعلا لا اله الا الله گفته میشد، محمد رسول الله هم گفته میشد، بقیه شد نمی کردن. یعنی اینکه علی و سرپرست باشه اینو دیگه به همش زد. حالا از سوره حدید اگه قرآن جلوتونه قیافه آیه رو ببینید خوب. سوره حدید خداوند مطلبی رو به ما مسلمان ها داره میگه. سوره حدید بعد از سوره واقعه است. الان من باز شد سوره حدید، اون صفحه هم که میخوام براتون بگم صفحه 541 سوره آخرهای سوره حدید، چهار خط به آخر سوره حدید که یک کلمه از اون بالا باشه پنج خط. یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو، به اینا میگن که مسلمان شدن. خب بعضیم نشده بودن، الان که شدن دستوری در داده میشه. اتقوا الله، اتقوا الله یعنی واجباتی که خدا واجب کرده انجام بدید، حراما رو نکنید. تقوا یعنی آدم با تقوایه، یعنی واجباتش رو انجام میده، حراما رو ترک میکنه. این با تقوا یعنی. و آمنو به رسوله، به رسولش ایمان بیارید. خب این 100% غلطه. اگر من به رسول ایمان نداشتم که تقوا بلد نمیشدم که، خود صاف خدا که چیزی آدم یاد نمیگیره. بعد رسول رو قبول داشته باشه، نمازش یاد بگیره، روزش یاد بگیره، دستوران اصلا رسول گفته، خود این قرآن هم رسول گفته. اگر رسول باشه سر کار نداشته باشیم که صفر میشه کارمون. اولش خدا فرمود یا ایها الذین آمنو، این ایمان به خدا و رسول داشته، اگر نه آمنو به رسوله یعنی چه؟ خب اینو بعد حلش کنید شما. خانومه میگفتش که از کل قرآن این آیه که نوشته مرد میتونه چهار تا زن بگیره یا زن سیغه کنه، من این آیه رو قبول ندارم. قبول خون بگنده اینا رسول همه جوره قبول کردن، قدیر رو قبول نکردن. اونو ولش کن، اون که علی بیاد رئیس بشه نه، همین که خودمون کردیم باش میکنم. غیر از این تقلا میکنیم چه؟ نه، میگه به رسول ایمان بیارید. رسول کارایی که ببینید پیغمبر اکرم، اینا بزرگترین سیاست مدارهای خلقت هم. از خود خدا خیلی سیاست داره، خودش سیاست. یعنی چه علمشنگه را مندازیم، چه بازی در بیاریم طرف درست بشه، این اسم سیاست. اصلا کلمه سیاست یعنی تربیت، چجوری مردم بیاریم را داره دیگه، خودش روانشناسی میخوادم بشه. خدا این کار میکنه، خود خدا میکنه، خود پیغمبرم همطور بود، ائمه همطور. اینا از سیاست العباد، سیاستشون از همه بالاتر بود، بلد بودن چجوری بکنن، چگونه انجام بدن. یهو پیغمبر بره مکه، اون سال آخر فرمود که خبر مرگ من آمده، من ملک الموت میخواد بیاد و منم میخوام برم، بیاد بریم حج رو نشونتون بدم. پیغمبر اسلام قبل از اینکه هجرت بکنه تو مکه تشریف داشتن، خودشون 27 بار حج به جا آورد. میدونه حج سالی یه باره. خب مکه چیزی نبود، خب میرفتن اعمال انجام میدن. اصلا 13 سالش که خودش رسول بود، 13 رو بال 27 بنویسیم زیرش 14 میمونه. خب 14 سال قبل رسالت هم سالی یه بار میرفتن حج به جا.
آخه آدم مثل که من برم صاحب لازم و بیام ابن بابه وی ها یه گوسفندی آخه پلو هم بودن دیگه جاها کسی کاری رو چیکار دیگه کنه شما برو تو بیابونا گوسفند بکش را برو سنگ بزن آخه کسی کار نداشت که بله به جا آوردن 27 بار مدینه که آمدند حتی اون برای حدیبیه که رفتن به حساب یه عمر به جا بیارن نذاشتن که سال دیگه رفتن عمره القضا اصلا دیگه اونجا این حج هم جلو مردم نکرده بودن که ببینه حج چجوریه فرمود که بیاید بریم من حج یادتون بدم من دارم میرم چون پیغمبر سال دهم بود خبر مرگش رو داد میگم که تو ذهنتون بمونه وحشت هم برای گره پیغمبر شوخی با کسی نداره دروغ هم نمیگه یعنی ما بکه برگشتم و مردم شوخی دیگه نداره پیغمبر دیگه آخه 63 سال همچی سن نبود اون وقت سنا بیشتر بود عموی همین پیغمبر ابو طالب 96 سالش بود رفت پدر بزرگش که عبدالمطلب 120 سالش بود رفت یعنی دو برابر اینا 63 سال جوان حساب میشد تو پیغمبر میگه من میمیرم خیلی ترسیدن خیلی اومدن دیگه مکه اومدن ببینن پیغمبر خبر پیچید که پیغمبر گفتم مکه برگردم میمونم همطورم شدم مکه برگشتن 70 روز نشد از دنیا رفتم حالا گفته علی رو نسب عمومی بکن از علی رو دائما معرفی میکرد پیغمبر بدونستن که شخصیت دوم این علیه اینا همه جا گفته میشد علمش، عظمتش، جهادش همه جا میدونستن همه اینا امتیازات هست علی یه آقای داریم از هم شریامون دوستان آدم واردیم گفتش که اول انقلاب اینا بود گفتش که با این علمای سنی و این پیشنواز را صحبت میکردیم میگفتن که بابا ما علی رو با محمد مقایسه میکنیم ابو بکر و عمر رو با خودمون مقایسه میکنیم گفتن من خود ما هیچ علاقه نیستم اونا مثل ما اونا با اون هی مقایسه میکنیم نه که علی رو با مرد و میدونن در عظمت ها و علم و کمال و جاد و هی با پیغمبر اونا مقایسه حالا این بوده هی قدم به قدم هم تو این 23 سال امتیازای ایشون معلوم بودش هی هم معرفی کرده بود مثلا تو انظر عشیرت کل اقرم این قوم کشار جمع کرد هر کدوم از شما الان به من امام میارید برادر من، وزیر من، جانشین من، صاحب علم من همه دار گفته بودن، علی هم امام بود هر جای عظمتش هم تو مدینه اومدن هر کسی خونه ساخت در رو به مسجد گذاشت خونه نداشتن رو جبریل اومد که تمام این درها باید بسته بشه فقط در خونه علی صد دل ابواب الا باب علی در خونه پیغمبر باشه چون پیغمبر خوب رئیس خوب میخواد بیاد نماز اونو کار نداشتن اما فقط در اینقدر این تو چشم خورد که جناب حمزه علیه السلام با اون شخصیتش تو لب شد که من عمو همسن پیغمبر بود حمزه تقریبا آخه چطور در خونه من بسته باشه آخه واقعا اسد الله و اسد رسوله بود حمزه فداکار بودی که نه پیغمبر دستور مال من نیست خدا دستور داد فهمیدن علی فرق میکنه با همه پیغمبر فرمود فاطمه وقت شوهرشه مسلمان ها بیاید ببریدش 1950 نفر اومدن خواستگاری هر که به خودش میدید میامد اخو وقت مرد چند زنم بودن میامدن اصلا ابو بکر اومد خواستگاری عمر اومد خواستگاری همه اومدن نه پیغمبر هیچ کس نمیگفت نه از فاطمه پرسید میگفت نه تا حالا مفصلاته تا علی آمد و این حالا خدا اومده وسط عقدش تو آسمان خونده چه خبر فهمیدم بابا این علی با بقیه خیلی فرق میکنه و حالا چی مفصل روایات عجیب است اصلا تو عقد ایشون فرشته ای از آسمان اومد پایین اسماعیل اسمش بود گفت من از اول خلقت تا آخر خلقت فقط این بار اومدم رو زمین برای عقد فاطمه میرم همه اینا گفته شده بود همه معادن دنیا مهر شد نهرهای بهشت مهر شد اینا همه رو میدونست علی غیر از بقیه است ببینه اینا داشت میشد اینا رو میدیدن همه من تو جنگ ها فاتح بود فتحشون میکرد هر قدم به قدمی صیغه برادری خوندن پیغمبر بین افراد با هم
دو نفر با هم صیغه میخوندن، بعدها تو تاریخ دیدیم که اینا عین هم هم شدن. اولاش خیلی معلوم نبود، مثلا ابوبکر رو با عمر برادر کرد، سلمان رو با ابوذر. اولا خیلی اونجور تو چشم نبود چی میشه. بعد وقتی دیدن هرسری داره گریه میکنه چیه، گفت منو قابل نمیبینید با یکی از برادرها صیغه خونید؟ فرمود برای خودم نگهت داشتم. بعد صیغه خونده بین خود، برادری بین خودش و علی، و فرموده انت اخی فی دنیا و الاخره، با هیچ کس دیگه صیغه برادری پیغمبر نه. این خیلی مهم بودش. و از اون وقت که این صیغه برادری خونده شد، محال بود پیغمبر تا آخر عمرش که نفس میکشید یه بار اسم علی رو بیاره، الا که میگفت برادر رم، بعد میگفت علی ابن ابی طالب. و این علی ابن ابی طالب هم تا اون وقت که امام حسن دفنش کرد، محال بود یه بار اسم پیغمبر رو بیاره، الا که برادر رم رسول خدا. اینقدر مهم بود اینا. اینا همه بود تو تاریخ عظمت. در این حال تو قدیر اومده این جمعیت زیاد و سه ساعت و آقای قرائتی یکی دو سال پیش فرمودن قدیر یه روز نیست، سه روزه. راست میگن، تو قدیر سه روز موندن تا بیعت ها رو همه رو گرفتند. عربا اینقدر به این بیعت متکی بودن که سرشون میره بیعتشون رو نمیذارن بین بره، همه اومدن با دست هم بیعت کردن. ببینید اینقدر محکم کاری شده، رها کردن دیگه، رها کردن. یؤتکم کفلین من رحمته. حق علی که گرفته شد، یه مطلبی که رخ داد اینه که با علی و اینا که کار نداشتن، اون وقت هر کسی دیگه برای خودش دکون دستگاه رو انداخته بود و خودش رو راوی روایت حساب میکرد و چه و چه و چه. این شاهد به اون صحنه هاست. تا کفل یعنی سهم، کفل سهم بهره. سیگه مثلا شما یه باقی داری، به بچه‌ها میگم میخوام یه تیکه باغ بدم به تو، یه تیکه باغ بدم به تو. کفلین از رحمتش رو به تو میده. کفلین از رحمت حسن و حسین هم که بعد دین رو بیان کنن، ایمان رو بیان کنن. بعد کسی نبود مسئله ازش بپرسن، کس بلند. و یجعل لکم نورا. هیچ آداب اسلامی بلد نبود، چت تک تو که پیغمبره. عمر شده خلیفه، میخواسته بره نماز عید بخونه، نمید کی پرسید که پیغمبر چه سوره ای تو نماز عید میخوند؟ گوه اقید تو یه دفعه هم نبودی گوش کنی، من گفت تو بازار کار داشتم. چیزی بلد نبودن که اسلام بی نهایت مسائل داره، تازه داشت رخ میداد. بلد نبود. نور یعنی این که بدونی چی کار بکنیم، نور براتون قرار بده. قدم به قدم دستور اصلا نداشتن. یغفر لکم، باعث آمرزش شما بشه و خدا غفور و رحیمه. اگه حسن و حسین بیان جلو، قبلش علی بیاد جلو، یعنی همشه دوازده امامه که ما میگویم لعلا یعلم اهل الكتاب. حالا یهود و نصارا از اون وقت تا الان حالا میدونن الله یقدرون علی شیء من فضل الله. تمام مسلمانای کره زمین تو چنگ یهود و نصارا است. چنگ یعنی از کار چنگ بود، مثل سگ زنجیرش در اختیار است، فقط شیعه زیر بار نمیره. قصه ندارن یهود و نصارا برای مملکت، هیچ، هم ترکیه هم همتون این سگ در اختیار است. اشاره کنند هیچی شده، فقط اینا زیر بار نمیرن. اینم هم میگه هیچ چیزی از رحمت خدا رو قادر نیستن. این دوازده امامی و این سبک ما رو حریف نیستن، گوش نمی کنیم. امام زمان داریم، هم اولوالامر داریم، اونا چیزی ندارن که. و فضل به دست خداست. فضل یعنی مذهب اثنی‌عشری، به هر که بخواد میده و خدا ذو الفضل العظیمه. ببینید این مسئله خیلی جدی داره تلقی میشه. حالا حضرت علی علیه السلام مشکلش این شد که این شهادت های نبه نره. چون ببینید الان میگن بعدها میان بشرا افرادی مؤمن میشن به کلمه به نره باشه، بله خیلی عوض میشه، اون ایمان میاره، اون چی میشه. وقتی عمر اومده ایران رو فتح کنه، زمان عمر شده، هیچ خبری از علی و اینا نبودش. خب مسلمان ها مفتند پیغمبر و خدا، پیغمبر، ابوبکر، عمر، عثمان، همه حرفا بوده. خب بعد اینا چون فهیم بودن قضیه رو گرفتن.
نامه نوشتم امیلی من ابی طالب برای مردم مصر وقتی سر کار بود، هستش نامش، نوشته که چرا حق من خوردن، من صبر کردم. چرا این حرفا رو تو مکه مدینه نمیزد؟ انقدر اولاغ بودن، اونقدر خر بودن، اصلا اولاغ محض. اونا چرا قرنها دارن سیاست مثل اینجوری فرعون توش بوده، چی بوده؟ سلطنتی بوده، اصلا همش تو سیاست و کیاسن. اون میفهمن حرفو، میفهمن که من الان میگفتم از بین میرفت، اونجوری میشد، اینجوری شد، تو نامه نوشتن علتاشو. اونا میفهمیدن این عرب چه عرب سوس مارخور و اولاغ. الان شما کاش میرفتید از رئیس تا آخوندشون ده دقیقه باشون حرف میزنید، هیچ چه بله نیست، حرف 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 شد 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 هم بشون زود هم عصبانه میشن به حکم کفرت ساده. ببینید چرا آقا برداشته به مردم مصر درد دل کرده؟ چرا تو مدینه نمیگفتی؟ گوشت هم میفهمیده اصلا توی باقا نبودن که. گفتن چرا؟ ببینید به از بین میرفت توحید، و همه چی بعد از بین میره هم قبول میکردن دیگه. رسالت هم از بین میره، اونا حکومت میخواستن، حالا نباشه مثل شاه ایران سلطنت کنه، مثل روم مثلا قیصر روم سلطنت کنه، دین میخواستن چه کنه. ببینید همچین گرفتاری شد که حالا چه کنیم که این همه زحمت 23 ساله پیغمبر این شهادتین از بین نره. یه نفر مسئله 27 رساله رو بخون. 27 رساله آب قلیلی که برای برطرف کردن. پس اگر اینه 207 اشتباه 207 خب بله. اگر کافر شما دفعه بگوید یعنی بگوید اشهد و الله اله